بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس 15 آموزش زبان عربی قرار داریم. در این درس و به توفیق خداوند تعالی از خلال صحبتی که زینب با یک مجموعه از دخترها داره به ضمیر تانیث آشنا میشیم و این بسیار زیاد دقیق است. باید دقیقا شما از درس ها پیگیری کنین تا ای که بدانیم که فرق بین ضمایر مذکر و تانیث چیست. پس درس ها را آغاز میکنیم و میگویم الدرس الخامس عشر، درس پانزدهم. الفتیات، مجموعه از دخترها میآیند به نزد زینب و میگوین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زینب در جوابشان میگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعد از اون میگه که من انتن یا اخواتو، شما کی هستین ای خواهران؟ در اینجا ملاحظه کنین که ایواز انتم انتن گفت، یا اخواتو ایواز یا اخوه یا اخوان یا اخوات که جمع اخت است و به این ترتیب. احداهن، در اینجا هم ملاحظه کنین که در مذکر احدهم بود، چنانچه در درس 14 گرفتیم. یکی از آنها میگه نحن بنات الشیخ عباس، ما دختران شیخ عباس هستیم. زینب برشان میگه اهلا و سهلا و مرحبا، بسیار جات خوش آمدین، اهلا و سهلا. بعد از او برشان میگه امکن استازتی، امکن یعنی مادر شما معلمی ما بود یا معلمی ما هست، و اگر این مذکر می بود میگفت که امکم، اما به خاطر از اینکه این نون نون تعنیس است، ایرا و اصطلاح امکن ساخت و گفت که امکن استازتی. کیف حالها، چطور از صحتش؟ حالها اگر مذکر می بود می گفت حاله، اما از این که مذکر مؤنث مفرد است و غایب است و یام علامش است که ها، کیف حالها. یکی از اونها میگوید هی بخیر والحمدلله، الحمدلله به خیر و عافیت است. بعد از او زینب میگوید این هی الان، ببینین بازم در ایجا ایواز هو هی استعمال شده، این هی الان، فعلا او در کدام جای میباشه؟ احداهن، یکی از اونها جواب میده هی الان فی الرياض، فعلا او در ریاض می باشه. بعد از او زینب میگه متى ذهبت، چی وقت او به طرف ریاض رفت؟ بازم در اینجا شما متوجه باشین که در بدل ذهب ذهبت آمد، ذهبت و ایتام تای تأنیس است. احداهن، یکی از آنها ذهبت قبل اسبوع، قبل از یک اسبوع یا یک هفته به طرف ریاض رفت. زینب من ذهب معها، کی همراهش رفت؟ احداهن، یکی از آنها ذهب معها اخونا ابراهیم، همراه از او برادر ما ابراهیم رفت. زینب کیف حالکن، شما چطور هستین؟ بازم ایوازه که بگوید کیف حالکم، کیف حالکن، گفت به خاطر از اینکه نون تأنیس است. احداهن، یکی از آنها در جواب میگوید نحن بخیر والحمدلله، ما همه ما بخیر و عافیت هستیم الحمدلله. زینب میگوید فی ای مدرسه انتن، شما در کدام مدرسه درس میخوانین؟ در جواب یکی از آنها میگوید نحن فی المدرسه المتوسطه،
ما در مدرسه یا در مکتب متوسط هستیم. زینب میگه متى اختبار کن، چی وقت امتحانای شماست؟ اختبار یعنی امتحان. اختبارکم امتحانای شما مردا، اختبارکن امتحان شما زنان یا ایناست. احداهن یکی از اونها جواب میده و میگه اختبارنا بعد شهر، امتحان ما بعد از یک ماست. بعد از او زینب میگه اذهبتن الى المدرسة اليوم، آیا امروز شما به مدرسه رفته بودید؟ اذهبتن، اگر مذکر می بود می گفتیم اذهبتم. اذهبتن الى المدرسة اليوم، آیا شما امروز به مدرسه رفته بودید؟ احداهن، یکی از آنها جواب میده میگه نعم ذهبنا و رجعنا، بله ما رفته بودیم و بازگشتیم، یعنی مدرسه به پایان رسید و ما دوباره به طرف خانه های خود بازگشت نمودیم. برادران عزیز، بعد از این به تمرین آغاز میکنیم. در تمرین اول میگه عجب عن الاسئله الاتیه، به این سوال ها شما جواب بگوین. من انتن، شما کی هستین؟ انتن یعنی خطاب مجموعه از دخترها یا از زناست که میشه در جواب بگوییم نحن طالبات فی الجامعه، ما محصلین در جامعه هستیم. بعد از اون میگه این بیتکن، خانه شما در کجاست؟ و میشه که بگوییم که بیتنا قریب السوق، خانه ما در نزدیکی بازار است. این مدرستکن، مدرسه شما در کجاست؟ شما میتونین که در جواب بگوین که مدرستونا فی شارع عمر الخیام، مدرسه ما در خیابان عمر خیام است. بعد از او باز میپرسه این امکن، مادر شما کجاست؟ ببینین که امکن در ایج آمده و اگر مذکر میبود میگفت که این امکم، مادر شما کجاست؟ شما میتونین که در جواب بگوین که امنا فی البیت. این اخوکن، برادر شما کدام جای است؟ شما در جواب گفته میتونین که اخونا فی العمل، برادر ما در سر کار است. اذهبتن الى المدرسة اليوم، آیا شما امروز به مدرسه رفته بودید؟ نعم ذهبنا و رجعنا، بله رفته بودیم و دوباره بازگشتیم. به تمرین نمبر دو آغاز میکنیم. در ایج میگه انث المبتدا فی کل من الجمل الاتیه، ما میگیم که هر جمله از دو کلمه ترکیب شده که اول ازیره مبتدا میگن و دومی ازیره خبر میگن. در ایج بر ما میگه انث المبتدا، وقتی که مبتدا را شما از مذکر به مؤنث تحویل کردین، این یک چیز بدیهی است که خبرشان باید مؤنث شود. و در اینجا مثال میده که انتم طلاب، آیا شما شاگرد هستین؟ در مقابلش میگه انتن طالبات، آیا شما طالبات یا دختران مکتب هستین؟ پس ما به تمرین آغاز میکنیم. تمرین نمبر یک، انتم مدرسون، آیا شما معلم هستین؟ انتن معلمات، آیا شما معلمات هستین؟ انتم اطباء، آیا شما دکترها هستین؟ انتن طبیبات، آیا شما دکترها یعنی مخاطب زنها هستین؟ انتم اخوة حامد،
آیا شما برادران حامد هستین؟ اأنتن اخوات حامد؟ آیا شما خواهران حامد هستین؟ اأنتم مسلمون؟ آیا شما مسلمان هستین؟ اأنتن مسلمات؟ آیا شما مسلمان هستید زنها؟ اأنتم اعمام محمود؟ آیا شما کاکاهای محمود هستین؟ اأنتن عمات محمود؟ آیا شما عمهای محمود هستین؟ اأنتم ابناء المدیر؟ آیا شما پسران مدیر هستین؟ اأنتن بنات المدیر؟ آیا شما دختران مدیر هستین؟ اأنتم آباء الطلاب؟ آیا شما پدران شاگردا هستین؟ اأنتن امهات الطالبات؟ یا الطلاب؟ آیا شما مادر شاگردان هستین؟ مادران شاگردان هستین؟ برادران و عزیزان، ای بود تمرین نمبر دو. ما آرزومند هستم که شما در این مقابل جملات از پیش خود برین و ایجاها را نوشته بکنین و جواب بدین. تمرین سوم، حول الضمیر فی کل من الجمل الاتیه کما هو موضح فی المثال. شما این ضمیری که در ایجا شما میبینید کم، ایرا به ضمیر مؤنث شما تبدیل کنین، مثل که بیتکم، ایجا بیتکم است، ایجا بیتکن، ایجا اخوان است و ایجا اخوات. میگه این بیتکم یا اخوان، خانه شما کجاست ای برادرها؟ این بیتکن یا اخواتو، خانه شما کجاست ای خواهرها؟ این اخوکم یا اخوانو، این اختکن یا اخواتو، خواهر شما کجاست ای خواهران؟ و اگر اخورم استعمال بکنیم، اخو کن، اخوات کن، فرق نمی کنم. این مدرستکم یا اخوان، مدرسه یا مکتب شما کجاست ای برادرها؟ این مدرستکن یا اخوات، مدرسه شما ای خواهرها در کجاست؟ متى اختباركم يا اخوان، امتحانات شما چه وقت است ای برادرها؟ متى اختباركن يا اخوات، امتحانات شما چه وقت است ای خواهرها؟ اهذا عمكم يا اخوانو، آیا این کاکای شماست ای برادرها؟ اهذا، اگر مؤنث بسازیم ایره، خب مذکر میگویم اهذا عمکن یا اخوا یا اخواتو، آیا این کاکای شماست ای خواهرها؟ اگر ای عمه بسازیم میگویم که اهذه عمکن یا اخواتو، آیا این عمه شماست ای خواهرها؟ ابیتکم قریب یا اخوانو، آیا خانه شما نزدیک است ای برادرها؟ ابیتکن قریب یا اخواتو، آیا خانه شما نزدیک است ای خواهرها؟ فی ای شهر اختبارکم یا اخوان، در کدام ماه امتحانات شماست ای برادرها؟ فی ای شهر اختبار کن یا اخواتو، در کدام ماه امتحان شماست ای خواهرها؟ ضع فی الاماکن الخالیت فی ما یلی ضمیرا مناسبا للمخاطبه. میگه در جاهای خالی یک ضمیر مناسبه در ایجا شما خانه پوری کنین. مثلا در ایجا نوشته است انت، انتم، انت، انتن، یک ضمیر مناسب قبل از اسم
شما در ایجا خانه پوری کنین. در ایجا مثلا میگویی که انت مسلمون، یا میگی انت مسلمون. در ایجا میگی انت مریضتون، انتن طبیباتون، انتم تجارون، انت بنت المدرس، انتن اخوات عباس، انتم طلاب، و به این ترتیب. بعد از اون میایم به تمرین پنجم، ضعف الاماکن الخالیه فی الجمل الاتیه ضمیرا متصلا للمخاطب. شما در این جایی که میبینین یک ضمیر متصله، چنانچه در ایجا کاف میبینین، کم میبینین، که میبینین، کنه، در ایجا خانه پوری کنین. در ایجا اخوان است، پس باید ضمیرش جمع باشه. میگم این بیتکم یا اخوان، و ایجا حامد مفرد است، میگم اهذا کتابک یا حامد. در ایجا جمیله، جمیلتون یا لیلا. در ایجا چون نزدیک لیلا مفرد است، میگویم که ساعتک جمیلتون یا لیلا. در ایجا اخوات جمع است، میگویم که من ابوکن یا اخوات. در ایجا اخی مفرد است، میگویم که ما اسمک یا اخی. در ایجا مؤنث است، اختی است، میگویم ما اسمکی یا اختی. در ایجا مفرد است، مذکر است، میگیم اعمک فی البیت یا ولدو. و در ایجا جمع مذکر است، در ایجا میگویم که ما اسماؤکم یا اخوانو. بعد از این به صفحه بعدی و به صفحه آخر انتقال میکنیم. میگه ضعف الاماکن الخالیه فی ما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلمی انا و نحنو. اگر مفرد بود انا میگوین، اگر جمع بود نحنو. پس در ایجه میگوین که انا مسلمون، نحنو مسلمون، انا مسلمتون، نحنو مسلماتون، نحنو بنات المدیر، انا ابن المدرس، نحنو طلابون، انا مریضتون، و به این ترتیب. البته در ایجه و یادآور میشم که در مفرد چی مذکر باشه و مؤنث انا میایه، و در جمع چی مذکر باشه یا مؤنث نحنو میایه. برای متکلم فقط امی دو ضمیر است. در تمرین آخر که تمرین هفتم است، میگه اقرا و اکتب. ذهب ابی الى القاهره قبل اسبوع. پدر ما قبل از یک هفته به قاهره رفت. متى خرجت من الفصل يا محمد؟ چی وقت از سن برآمدی ای محمد؟ خرجت بعد الدرس، بعد از درس برآمدم. ذهبت الى المسجد قبل الاذان، ما قبل از اذان به مسجد رفتم. متى ذهب عمك الى الرياض يا آمنه؟ ای آمنه، کاکای چی وقت به ریاض رفت؟ ذهب قبل شهر، قبل از یک ماه به ریاض رفت. اقبل الصلاة ذهبت الى المطعم؟ آیا قبل از نماز به رستوران رفتی؟ لا، ذهبت بعد الصلاة، نخیر، بعد از نماز به رستوران رفتم. بعد از این در ایجا بعض زمایر میاره که این ذهبت یا اخی. اگر مذکر مفرد باشه ذهبت، ببی تا فتحه داره، و اگر مؤنث باشه تا کسره داره، این ذهبتی یا اختی. و اگر خودت متکلم باشی باز ای تا ضمه میگیره، انا ذهبتو. پس ایر فراموش نکنین، ذهبت، ذهبتی، ذهبتو. و در جمع این ذهبتم یا اخوانی، این ذهبتن یا اخواتی، نحنو ذهبنا. در ایجا مذکر است، جمع مذکر است، ذهبتم. و در ایجا جمع مؤنث است، ذهبتن. و در ایجا متکلم است، جمع متکلم، نحنو ذهبنا. در ایجا زمایر منفصله را میبینیم.
که این ستون همش مفرد است و این طرف همش جمع است. و اول که میبینیم این ستونهای اول این همه ازی غایب است. هو طالب، هی طالبه، هم طلاب و هن طالبات. و این ستونی که شما میبینین ایام همش مخاطب است. انت طالب، انت طالبه، انتم طلاب، انتن طالبات. و آخریش کس متکلم است. متکلم مفرد است و جمع است و مذکر و مؤنث کلش در متکلم فرق نمی کنه. انا طالب، انا طالبه، نحن طلاب و نحن طالبات. و صلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.